به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، دوستداران و شیفتگان معنویت و مباحث معنوی. در ادامه شرح غزلیات دیوان شمس امشب خدمت شما تقدیم می کنم غزل شماره 332 دیوان شمس رو. ابتدا اجازه بفرمایید که کلیت غزل رو با هم گفتگو کنیم و بعد از آن بپردازم به نمادها و سمبولهایی که مولانا در این غزل بسیار بسیار پرمغز و بلند اشاره می کند. در این غزل می فرماید این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ وین نور خدا چیست اگر دیر مغانه است؟ گنجی است در این خانه که در کون نگنجد، این خانه و این خواجه همه فعل و بهانه است. بر خانه من دست که این خانه طلسم است، با خواجه مگویید که او مست شبانه است. خاک و خس این خانه همه عنبر و مشک است یا مشک است، بان که در این خانه همه بیت و ترانه است. فی الجمله هر آن کس که در این خانه رهی یافت، سلطان زمین است و سلیمان زمان است. ای خواجه یکی سر تو از این بام فرو کن، کن در رخ خوب تو ز اقبال نشان است. سوگند به جان تو که جز دیدن رویت، گر ملک زمین است فسون است و فسانه است. حیران شده بستان که چه برگ و چه شکوف است، واله شده مرغان که چه دام است و چه دانه است. این خواجه یه چرخ است که چون زهره و ماه است، وین خانه عشق است که بی حد و کران است. چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته است، دل در سر زلف تو فرو رفته چو شانه است. در حضرت یوسف که زنان دست بریدن، ای جان تو به من آی که جان آن میانه است. مستن همه خانه کسی را خبری نیست، از هر که در آید که فلان است و فلان است. شوم است برستانه مشین خانه در آزود، تاریک کند آن که ورا جاش ستانه است. مستان خدا گرچه هزارن یکی ین، مستان هوا جمله دوگانه است و سگانه است. در بیشه شیران رو و زخم میندیش، کندیش ترسیدن اشکال زنانه است. کانجا نبود زخم همه رحمت و مهر است، لیکن پس در وهم تو ماننده فانه است. در بیشه مزن آتش و خاموش کن ای دل، در کش تو زبان را که زبان تو زبان است. خب این بیت اول رو من شروع می کنم که این غزل با این بیت آغاز می شود. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. ابتدا نمادی که در این غزل اول، یعنی در این بیت اول از این غزل مطرح می شود، نماد خانه است که مولانا اشاره می کند به این خانه. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است. بانگ چغانه، چغانه سازی بوده، آلت موسیقی بوده که در بیان هیئت او اختلاف است. بعضی گفتن خمره ای بوده که در او ریگ می ریختن و تکون می دادن و صدا در می آمد، و بعضی گفتن چوبی بوده که دو سر می کردن و زنگوله ای به او می آویختند و در موزیک ها و در موسیقی ها به عنوان یک آلت و ضرب از او استفاده می کردن. نکته ای که در اینجا وجود دارد، این خانه و خواجه است. یکی خواجه است که به معنای صاحب خانه است و دیگری خانه است که مولانا می گوید که این خانه ای که بهش اشاره می کنم که پیوسته همیشه در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید، یعنی از صاحب خانه سوال بکنید که این خانه چه خانه است. اولا خود خانه وقتی که گفته می شود، منظور از خانه آجر و سنگ و اون مکان و فضا نیست. خانه نقطه مقابل قربت و قربت غربیه انسان است. قبلا این رو من توضیح دادم، کسی که خانه خودش رو از دست میده در حقیقت دچار قربت میشود، چون خانه، همین خانه‌ای که الان ما داریم، در خانه خودمون هستیم، شما در خانه خودتون حضور دارید، این خانه به ما امنیت میده، آسایش میده و شما در خانه خودتون از همه جا راحت ترید. و بعد در خانه خودتون ماسک های خودتون رو بر می دارید، نقاب ندارید، خودتون خودتونید. و بعد گفتم که ما چهار خانه داریم که اگر این چهار خانه را
ما از دست بدیم دچار غربت میشیم. یکی دامان مادر و وجود مادر انسان است که انسان در حضور مادر خود آرامش و آسایش و امنیت احساس میکند و هیچ خودی و هیچ نقابی ندارد، خود کاذب ندارد. دومین خانه ای که انسان وقتی که او را از دست داد دچار غربت میشه عبارت است از وطن و سرزمینی که انسان در او پرورش یافته است، و منظور از وطن و سرزمین ادب و فرهنگ مألوفی است که در اون سرزمین مطرح است. و خانه سوم حضور در مکتب عشق و داشتن یک معشوق و رابطه عاشقی که این عشق استرلاب اسرار خداست. و خانه چهارم که انسان وقتی که از او دور می شود دچار غربت می شود، اون اصل وجود انسان است که از او تعبیر کردن به نیستان، بشنو این نی چون حکایت می کند و از جدائی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. این نیستانی که حضرت مولانا از او سخن میگوید یعنی اصل وجود انسان، که این نی من که الان ندای غمناکی دارد از اون اصل جدا شد. خب اینها رو ما ازش عبور میکنیم، میپردازیم به این بیت. این خانه، بالاخره این خانه کجا شد؟ منظور مولانا در اینجا با توجه به این که وقتی ما مراجعه به مولانا میکنیم، یعنی میریم در مکتب مولانا زانو میزنیم، میریم تو پوست مولانا، این خانه یعنی خود وجود شما. هر کدام از شما وجودتون خانه ایست که این خانه شکل میگیره و این خانه اسباب و وسائلی دارد، این خانه ماهیت و هویتی دارد، صاحبی دارد، و اون خانه خانه وجود انسان است. یعنی نفس ما و روح ما و حقیقت باطنی ما عبارت است از اون خانه ای که انسان اگر به اون خانه خود برگردد و به خود بازگشت بکند، در بازگشت به خود حقیقی خود، در بازگشت به خود اصیل خود، در اونجاست که انسان احساس امنیت میکند و انسان نقابی ندارد. خانه‌ای که گفته میشود اون خانه دل انسان است و قلب انسان است، که به عنوان در ادبیات دینی و عرفانی به عنوان عرش رحمان مطرح میشه و گفته میشود این خانه کعبه‌ای که در عربستان سعودی است و گفته میشود خانه خدا و بیت الله، ما میتوانیم به قاطعیت قسم هم بخوریم که خدا در این خانه هرگز نرفته است، چون اون لایتناهی است، اون بیکرانه است، حدی ندارد. لایتناها است به ما، لایتناها عدتن و مدتن و شدتن. خانه ای که او در او جا گرفته است و خانه اوست، دل اوست، که ما وسعنی ارضی ولا سمایی بل یسعنی قلب و عبد المؤمن. من زمین و آسمان منو در خودش جا نمیده، بلکه دل انسانی است که به امنیت رسیده، یعنی به اون خودش برگشته، منو در خودش مشاهده میکند، در خود مرا میبیند. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پس، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا خواهی در آن دلها طلب. پس بنابراین در اینجا ما شما رو توجه میدیم به مطالبی که خدمتون عرض کردم. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. برید از خواجه بپرسید، حالا از خواجه هم توضیح میدم. این خانه گفتیم که وجود انسان است، و اینجا وقتی که گفته می شود خانه، در اندیشه مولانا، یعنی وقتی که ما میریم به آثار مولانا نگاه می کنیم، مثنوی رو نگاه می کنیم، بالاخره اینها جریان پیدا کردن در تعالیمشون، می بینیم که این خانه، خانه دل انسان است و قلب انسان است. در قرآن یه آیه ایست که خداوند به حضرت ابراهیم امر می کند که به این خانه من برو، یعنی خانه کعبه. ظاهر آیه این است که برو خانه کعبه را تطهیر کن از بت‌ها. و از جعلنا البیت، زمانی که ما قرار دادیم این خانه را
مثابتن للناس، محل اجتماع انسانها که توجه کنند و این محور باشد برای وحدت انسانها و امنا و امنیت. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، پس برو از مقام ابراهیم، یعنی اونجایی که ابراهیم ایستاده، یه جایگاهی رو برای خودت انتخاب کن و اونجا را جایگاه عبادت و تقرب و مدیتیشن خودت قرار بده. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا، ما عهد کردیم، یه پیمانی بستیم، الی ابراهیم و اسماعیل، با ابراهیم و اسماعیل، ان طهر بیتی، برای اینکه تطهیر بکنن خانه من را، للطائفین والعاکفین و رکع سجود، برای تمام کسانی که میخوان طواف کنن و میخوان به این خانه گرایش پیدا کنن و به سمت این خانه بیان، این خانه را تطهیر کنن. مولانا در کتاب فیه ما فیه میگه که کسانی که اهل ظاهرن و اهل قشرن، فقط رفتن ظاهر این آیه رو گرفتن، و ظاهر این آیه یعنی که حضرت ابراهیم خانه کعبه را از لوس بت‌ها تطهیر کنه و پاک کنه. و اون مقام ابراهیم هم یه جایی است که حضرت ابراهیم، مقام حضرت ابراهیم میگن باید برن حاجیان در اونجا دو رکعت نماز به جا بیارن. ولی مولانا در اونجا میگوید اهل باطن، اهل عرفان، کسانی که به جنبه‌های باطنی نگاه میکنن، طور دیگری نگاه میکنن. و اون این است که اولا اون خانه، خانه دل توست و قلب توست، و این خانه مملو و از بت‌ها، بت خودپرستی، بت دنیا پرستی، بت مقام پرستی، بت ثروت پرستی، بت‌های متعددی که در رأس اونها بت اعجاب و خود و بت خودشیفتگی و بت نارسیسیستیک و بت آگوئیستیک و بتی که من خودم را می‌بینم. بنابراین باید این دل تطهیر بشود از تمام اون بت‌ها. منظور این، مولانا این رو در فیه مافی بیان می‌کنه. و منظور از مقام ابراهیم، مقامی است که ابراهیم در آتش رفت. اگر او به اون مدیتیشن حقیقی خودش دست پیدا کرد، رفت در آتش، تسلیم محبوب و معشوق شد، در عشق سوخت، ولی در این سوختن این آتش بر او گلستان شد، برعکس شد، این آتش بر ابراهیم گلستان شد. این معنایی است که مولانا برای ما بیان میکنند. در دفتر پنجم بیت 2802 مولانا از زبان یک عارفی داره بیان میکنه. او بگفتی خانه دل خلوت است. میگه من انقدر خودم رو تربیت کردم، این دل خودم رو از اغیار خالی کردم. قلب انسان وقتی که مریض میشه، مرض یعنی بی‌نظمی ارگان‌های بدن، و این دل وقتی که بی‌نظم میشه، یعنی خاصیت خودش از دست میده، یعنی زمان چشم من بیماره که خاصیت خودش از دست بده، زبان من زمانی بیماره که خاصیت خودش از دست بده، دل وقتی که بیمار میشه زمانی است که خاصیت خودش را از دست بده. خاصیت دل چیست؟ این که حقایق را نشان بده، زیبایی ها را نشان بده، لطف ها را نشان بده، رحمت ها را نشان بده. اگه نتونست نشون بده او رو، این بیماره و این باید تطهیر بشه و این باید معالجه بشه. از زبان یک عارف میگه او بگفتی خانه دل خلوت است، خالی از کدیه، این دل من خالی شده از گدائی، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، من دیده سیر دارم، کدیه، کدیه یعنی گدائی، من نیازمند به این چه که عامه مردم به او نیازمندند، من نیازمند تحسین نیستم، من نیازمند نمایش نیستم، من نیازمند برتری جویی نیستم، من نیازمند حقد و کینه نیستم، خالی از کدیه، مثال جنت است، عین بهشت شده وجود من، همینطوری که در بهشت چهار نهر جاری است، در وجود منم نهر آب و حیات، نهر عسل و شیرینی و شادی، نهر شراب و مستی و نهرهای دیگر، همینطور نهر عسل، نهر شیر، نهر شراب، نهر آب، و من تغذیه می کنم. اندرو جز عشق یزدان کار نیست، جز خیال وصل او دیار نیست. خانه را من روفتم از نیک و بد. کدام خانه؟ این خانه یعنی خانه دل. خانه ام پر رس از عشق احد، هرچه بینم اندرو غیر خدا، آن من نبود، بود عکس خدا. خب این عرفا، کسانی که واقعا خودشون تصفیه میکنن، به مرتبه ای میرسن که خاطرات دیگران، ذهن دیگران، خواسته های دیگران بر دل آینه‌وار اونها میتابد و اونها نیاز
کسانی که به اونها مراجعه میکنند را میبینند و درک میکنند. بنابراین میگه اگه در دلم چیزی میبینم، نیازی میبینم، ماره انعکاس غیره، هرچه بینم اندرو غیر خدا آن من نبود، بود عکس خدا. در دفتر چهارم بیت 1779 میفرماید هست دل ماننده خانه کلان. این دل من مانند یک خانه بسیار بزرگی است، یعنی من وسعت پیدا کردم. خوبه که انسان وسعت پیدا بکنه، یعنی بزرگوار بشه، یعنی این روح گسترش پیدا بکنه. خانه دل را نهان همسایگان. ولی توجه داشته باشید این خانه‌ای که ما داریم از او صحبت میکنیم یه همسایگانی داره که این همسایه‌ها دارن او رو میپان، موکلینی داره، صاحبانی داره. این همسایگان انبیا هستن، اولیا. از نظر مولانا عرض میکنم انبیا و اولیا و انسانهای وارسته و انسانهایی که یه مقدار رشد پیدا کردن، اینها میتونن از روزنه وجود شما شما رو ببینن. خیلی از آدم ها هستن که اینها بینشی پیدا میکنن که میتونن از رفتار شما و از گفتار شما و از نگاه شما و از حرکت شما و از زبان بدن شما، از این روزنه ها به درون شما راه پیدا کنن. خانه دل را نهان همسایگان، از شکاف و روزن و دیوارها مطلع گردن بر اسرار ما. از شکافی که ندارد هیچ وهم، اصلا ما تصورش نمی کنیم که از این شکاف صاحب خانه و ندارد هیچ سم، صاحب خونه اصلا نمیفهمه این چجوری وارد وجود من شده. مولانا در یک جایی در دفتر سوم راجبه این صحبت میکنه، بعضی ها خانه وجودشون روزنی ندارد، اینا دارن خفه میشن، اینها در یک انسداد قرار گرفتن و خیلی بده که انسان در انسداد قرار بگیره، مخصوصا وقتی که تعصب پیدا بکنه، تعصب احساسی پیدا بکنه، یه شخصیتی رو اتوریته بکنه. ما حق نداریم کسی رو اتوریته بکنه، یعنی کسی رو مطلق بکنه، حتی مولاناها، حتی عطارها، و نمیتوانیم مطلقگرا باشیم، اتوریته باشیم، بدون روزنه میشیم. وقتی تعصب اومد، خامی که هست تعصبه و انسان روزنه ای نداره، هر چه به او بگویند نرود، میخ آهنین بر سنگ. روزن جانم گشاد است از صفا، میرسد بی واسطه نامه خدا. روزنه جان من گشاده، قلب من گشاده و نامرتبا از جانب خدا پیام های الهی رو دریافت میکنن. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. نامه و باران و نور از روزنم، میفتد در خانه، در خانه ام از معدنم. نامه ها یعنی پیام ها، باران ها یعنی باران رحمت، باران عشق، باران محبت، نور، نور هدایت، نور این که من تشخیص بدم چون دلم رو باز کردم مرتبا در خانه من میفته اینها. ولی این از کجا میاد؟ مبدأش از معدن وجود منه، چون گنج در وجود منه، چون او در وجود منه، او از رگ گردن به من نزدیکتره، او از قلب من به من نزدیکتره. میفتد در خانه ام از معدنم. دوزخ است، یعنی جهنمه، آن خانه کان بی روزن است، هیچ روزنه ای نداره، میگه من فقط. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است. اصل دین، یعنی اگه ما بگیم یه نفر دین داره، آدمی است که روزنه داره. هرچی روزنه هاش بیشتر، دینش قوی تر. اصلا در قله شما نگاه کنید، تمام این انبیا یک حرف میزنن، جدایی وجود ندارد. لا نفرق بین احد من رسل، تفرقه ای در بین این مردان الهی نیست. اصل دین ای بند روزن کردن است. تیشه هر بیشه ای کم زن بیا. اینقدر تقلا نکن در صحنه های دیگه، در موقعیت های دیگه، ول کن، اونها تو رو به روزن نمیرسونه، تو رو به بنبست میرسونه. تیشه زن در کندن روزن هلا، آگاه باش که بتونی روزن بزنی و از این زندان خودت رو رها بکنی. و عشق یعنی این که از این زندان رها بشی. در دفتر سوم، باز مطلب سومی که راجع به این خانه داریم میگیم دیگه، اینطوری باید ما دیوان رو شرح بکنیم، واقعا باید بریم تو اندیشه مولانا و بفهمیم مولانا چه گفته است. خانه پردود سوم، در دفتر سوم، خانه پردود دارد پرفنی، یعنی آدمی که خیلی پرفنم هست، خیلی هم تحصیلات داره و ده ها مدرک دانشگاهی داره، عمامه های متعدد بر سرش میگذاره، ولی این خونش خیلی پردوده. مروه را بکشا. حالا چجوری باید این دودا بیرون بره؟ باید اسقاء پیدا بکنی از روزن. کلمه اسقاء یعنی شنیدن با جان و دل، بشنوی، چون از گوش تو فربه میشی، از گوش تو گسترده میشی. مروه را بکشا ز اسقاء یعنی گوش دادن خوب. گوش تو او را چراه دم شود،
دود تلخ از خانه او کم شود. از طریق گوش میتونید بدمه در این خانه، یعنی باید فوت کنیم که این دودا بره بیرون. چجوری باید بشنوی؟ باید گوشت باز بشه. انسان کر نباشه، کر وقتی کر بود نمیتونه بشنوه، روزنه ای نداره. چهارم، مولانا تعبیر میکند به خانه تنگ در دفتر سوم بیت 3555، خانه تنگ و دران جن درون جان چنگلک، کرد ویران تا کند قصر ملوک. چنگلوک کرد ویران تا کند قصر ملوک. خانه وجود من تنگه، محبوب من میاد ویران میکنه این خانه رو، خراباتش میکنه، خراب آبادش میکنه، آبادش میکنه با خرابی تا اینکه تبدیل بشود به یک قصر. تا خراب نشی نمیتوانی آباد بشی. مولانا اینو بارها گفته، تا جدا نشی نمیتونی به اون وصال برسی. از جمادی مردم و نامی شدم و از زمان مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردم کم شدم. اینا که من بارها اینها رو من اشاره کردم و اشاره میکند به خانه عنکبوت. اینها رو من اگه بخوام وارد بکنم اصلا از بحث خارج میشیم. خانه عنکبوت که میدونید که میگه ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سوسترین خانه ها خانه های عنکبوته. اون کسانی که به غیر محبوب چنگ میاندازن و میخوان برای خودشون خانه ای درست کنن، سوسترین خانه خانه های خانه عنکبوت است. و بالاخره در آخر مولانا از یک زاویه دیگه، علاوه بر این که قلب را خانه میداند، جسم و تن انسان را هم یک خانه مجازی میدونه. از این جهت میگه در زمین دیگران خانه مکن، در کار خود کن کار بیگانه مکن. جسم و تن، این جسم و تن بر ما حق داره. این غلط است که بیان تفسیر بکنن که عرفا گفتن جسم و بنداز کنار، عقل و بنداز کنار. اینها تعالیم اغراق آمیز و مبالغ آمیز از عرفانی است که حتی عرفان مولانایی. این جسمی که در اینجا گفته می شود، جسم بر ما حق دارد اما حدش باید ادا بشه. از حدش نباید انسان دچار افراط و تفریط بشه. خب وقتی که انسان وابسته به تن شد و به جسم شد و با این هویت هویت پیدا کرد، این باعث این می شود که این خانه او آباد نشه. حالا اینجا مولانا در دفتر چهارم بیت 2547 میگه خانه برکن، خانه را برکن، در این خانه یه انقلابی ایجاد بکن. از وجود تو یه عقیقی به دست میاد، عقیق یمنی که خیلی ارزش داشته. اگه به اون برسی صد خونه دیگه میتونی بسازی. خانه برکن که از عقیق این یمنی که در وجود خودت هست صد هزاران خانه شاید ساختن. گنج زیر خانه است و چاره نیست، از خرابی خانه مندیش و مئیس. گنج در زیر این خانه است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. که هزاران خانه از یک نقد گنج، وقتی که تو به اون گنج برسی، از یک جلوه اون گنج هزاران خانه توان امارت کرد بی تکلیف و رنج. عاقبت این خانه خود ویران شود. این جسم تو بالاخره یک روزی متلاشی میشه، یک روزی پودر میشه، یک روزی به آتشش میدن، یک روزی به خاکش میدن. عاقبت این خانه خود ویران شود، گنج از زیرش یقین اوریان شود. در دفتر چهارم بیت 2567 مولانا میگه دیدم من در خانه من نقش و نگار. من در خانه وجودم دیدم نقش و نگارهای مختلفی من برای خودم ساختم با توهمات و تخیلات، و به این بت‌ها هم من دل خوش کردم. بودم من در عشق خانه بیقرار، بودم از گنج نهانی بیخبر. من از اون گنج نهانی بیخبر بودم، اگر خبر داشتم، ورنه دستم بوی من بودی تبر. دستم بو یک گلوله‌ای بوده شبیه مثلا پرتقال که خیلی هم خوشبو بوده، مردم دائما تو دستشو میگرفتن، دستم بوی اونها بوده و بو میکردن. مولانا میگه اگه من خبر داشتم که در این خانه چه گنجی نهفته است، دستم بوی من تبری بود که این خانه را خراب میکردم، ورنه دستم بوی من بودی تبر. آه گرداد تبر را دادمی، این زمان غم را تبر را داد. اگه من تبر رو میگرفتم و این بت‌های وجودم رو میشکستم، خصوصا بت خودخواهی، من دیگه غم نداشتم که آقا چرا از دیگری تعریف کردن، از من تعریف نکردن. چشم را بر نقش میانداختم، همچو طفلان عشق ها میباختم. پس نکو گفت آن حکیم کامیار، خیلی خوب گفت سنایی، که تو طفلی خانه پر نقش و نگار. خب اینها مطالبی بود که خدمت شما عزیزان عرض کردم که مولانا میگوید که
این خانه، اشاره میکند به این خانه. اگه مولانا میگوید این خانه، این خانه رو ما شناختیم که این خانه خانه وجود ماست، این خانه خانه نفس ماست، یعنی اصلا خانه خانه شما هستید، من خانم شما خانه هستید، این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، دائما از تو این خانه بانگی میاد، بانگ چغانه میاد، یعنی یک موزیک، یک موسیقی از این خانه نواخته میشه. این اشاره به چیست؟ این اشاره به این استش که شما از در وجودت پیام ها هست، حرف ها هست، سخنان هست، شما کلام داری، کلام نفسی، یعنی همینطوری که الان کلام لفظی من دارم با شما صحبت میکنم، این حرفایی که از دهان من خارج میشه اینا کلام لفظیه، ولی برخواسته از آرزوهای منه، برخواسته از خواسته های منه، برخواسته از اون نداهایی است که در درون منه. خواسته ها و آرزوها هر کدام دهان باز کردن و مانند بانک چغانه از وجود من این صداها بیرون میاد. این صداها بعضی ها شومه، بعضی این صداها صداهای مبارک است، نداهای مبارکی است. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، حالا میخوای این خانه رو بشناسی، خودت بشناسی، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. برید از خواجه بپرسید. خب ما اگه بخوایم این خانه رو بشناسیم، یعنی خودمون رو بشناسیم، بنده اینطوری میفهمم از کلام مولانا که شما میخوای خودتون رو بشناسید. اگه شما میخوای خودتو بشناسی، باید بری از خواجه بپرسی. خودت نمیتونی خودت رو بشناسی. خواجه یعنی چی؟ یعنی صاحب خانه. خب معلومه که اگه ما بخوایم یه خونه ای رو بشناسیم، بعد بریم پیش صاحب خونه، بعد بگیم خب این خونه شما چند متره، چقدر قدمت داره، چه منابعی داره، چگونه ساخته شده، چند تا اتاق داره. اگه ما بخوایم، بعد بریم از صاحب خانه بپرسیم. خب این یعنی چی؟ یعنی نفس و روح و حقیقت انسان. وقتی که ما مطالعه میکنیم، میبینیم که مگر نه این است که جلوه ای از اوست. اگر مولاناها و عارفان به ما آموزش دادن که خداوند تجلی کرده است در وجود انسان و این انسان آینه است و خدا گنجی مخفی بوده است که در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد و خدا خواست آینه خلق بکند، تمام عالم آینه که خدا را نشان میداد، ولی این آینه ها ناقصن. خداوند در وجود انسان ظهور پیدا کرد و از روح خود در این انسان دمید و این انسان رو کرد حامل تمام اسماء، اسماء ملکی و اسماء ملکوتی، و این انسان شد کون جامع. حالا که شده کون جامع و یک جامع جهان نما شده، این جامع جهان نما که خدمت به او باید کرد و این آینه شده، پس جلوه او در وجود ما هست. قطعا وقتی که این جلوه که در وجود ما هست، اگه بخوایم بشناسیمش، باید صاحب جلوه رو ما باید بشناسیم. یعنی اینجا سیر از علت به معلول است، نه سیر از معلول به علت. ببین وقتی که شما یه چیزی رو که می‌خوای بشناسید، میگن برو از آثارش بشناس. خب این طبیعیه، انسان از آثار یک شیء پی به وجود او میبره، ولی آثار او عبارت است از جلوه‌ای از اصل وجود او. یک راه معرفتی داریم که بهش میگن برهان صدیقین یا برهان لمی، که شما از علت، یعنی وقتی علت رو شناختی، خب این معلول ها و این ناقص هایی که همه جلوه او هستن، او رو میشناسی. از این جهت هست که به ما آموزش دادن عرفا که پیغمبر گفته است من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه کسی خودش رو شناخته، حتما خدا رو شناخته. بعضی اومدن این جمله پیغمبر رو اینطوری معنا کرد، اگه شما خودتو بشناسی خدا رو شناختی. اما یه معنای این است که اگر کسی خودش رو شناخته، حتما قبلا خدا رو شناخته که خودش رو شناخته. تا ما اسماء او، نسبت او با عالم و نسبت او با خودمون رو حس نکنیم، نمیتونیم خودمون رو بشناسیم. بنابراین در اینجا مولانا میگوید که برید از خواجه بپرسید. یعنی شما نمیتوانید سیر از معلول به علت داشته باشید، بلکه در اینجا شما سیر از علت به سوی معلول دارید. و این همون چیزیست که در آموزه های دینی هم به ما میگن انت دللتنی علی، تو خودت دلیل بر خودت هستی و خودت تو مشهود هر چیزی هستی. ما چگونه میتوانیم استدلال کنیم به وسیله موجوداتی بر تو که این موجودات همه هستی و همه جلوه و همه نور خودشون رو از تو گرفتن. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. خب این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ این نور خدا چیست اگر دیر مغان است؟ خب مولانا در اینجا میگه که این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است. مگه ما نگفتیم که
خانه کعبه وجود انسانه. و مگر نگفتیم که خدا میگه که من در زمین و آسمان جا نمیشم، در دل انسانی که به امنیت رسیده جا میشم، و مگر نه اینکه او در من ظهور داره؟ پس ما میشیم بیت الله و ما میشیم خانه کعبه. اگر ما خانه کعبه هستیم، پس این بت‌ها چیست؟ اینجا مولانا داره اشاره میکنه. شما از زمانی که میگید من آمدم، من رفتم، من دیدم، من خوشحال شدم، با یه منی آشنا میشید. و این من وقتی که تقویت میشه در وجود من، یه تصویری از او من میسازم، این تصویر میشه بت من. صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، هر لحظه من یک بت میسازم. اون بت منیت. مولانا میگه اگر این خانه کعبه است، پس این بت در این خانه کعبه چیست؟ این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ یعنی خانه کعبه رو باید تطهیرش کنی. اگر این خانه کعبه است، این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ خب حالا اگر دیر مغان است، دیر مغان در اصطلاح عرفا یعنی خانه ارز کنم بت، اگر بتخانه است، اگه تو بت در اون ساختی، پس این نور خدا چیست؟ این همان است که ما اشاره میکنیم که انسان یک مجموعه و جامعه است، یک پارادوکسیکال هست از همه این گرایش ها، از همه این گرایش ها که گاهی اینور است گاهی اونور است. تن زده اندر زمین چنگال ها، جان کشیده سوی بالا بال ها، قبضه ای از دو عالم سرشته، خاک و افلاک و دیو و فرشته، رمز عالم در این قبضه هشته، اسم اعظم بر اون برنوشته. گنجیست در این خانه که در کون نگنجد، این خانه و این خواجه همه فعل و بآن است. خب در اینجا باز مولانا اشاره به یه نکته دیگه ای میکنه، میگه گنجیست در این خانه که در کون نگنجد. خب در این خانه وجود من یک گنجی قرار داده شده که در آسمان و زمین نمیگنجد. این همونیست که بارها بنده گفتم، حافظ میگوید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. یعنی سالها دل می آمد می گفت من جام جم رو می خوام. جام جم چی بود؟ جام جم آینه ای بود که قدیم جامی بوده است که قدیم کیخسرو در اون عالم رو می دید. حالا اینجا حافظ می خواد بگه تو خودتی، خود این دل جام جمه، ولی میگه کو؟ یعنی من خودم تمنا می کنم چیزی را که خودم دارم. سالها در پی تحصیل یارم، یار در دل بوده است، حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد. بیده بله گوهری، این گوهر همین جام جهان نماست، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است. یعنی این خیلی بیکران است و بر تمام باکرانه ها احاطه دارد، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. گنجیست در این خانه که در کون نگنجد. ببینید ما یه بحثی داریم توی عرفان و فلسفه به نام مطلق و مقید. ما مقید داریم و مطلق داریم. من مجتبا هستم، شما پرویز هستید، اون اعظم است، اون اکرم است، اون فاطمه است. همه این وجودات محدودند. این وجودات محدود، حالا انسان رو شما در نظر بگیرید، انسانی که حسین است، انسانی که حسنه، انسانی که هوشنگه، انسانی که آرشه، انسانی که فاطمه است، این انسان‌ها همه محدودهایی هستند، مقیدهایی هستند که یک مطلقی همیشه با اونها هست. چون مقید و محدود یعنی من به علاوه مطلق میشوم انسانی که نام او میشود این و این مشخصات با این آثار، این میشود اون انسان مقید. ولی انسان کلی، ما یه مفهوم کلی داریم یه مفهوم جزئی داریم. انسان کلی ما میگیم شهر، شهر کلیه، اما اصفهان جزئیه، تهران جزئیه، ونکوور جزئیه، اینا مقیدن، اینا محدودن، ولی شهر یک عنوان کلی است. این عنوان کلی همیشه در این جزئی و با این مقید و با این محدود حضور داره. یعنی انسان در وجود من هست، در وجود شما هم هست، در وجود پیامبران هم هست، در وجود انبیا هم هست. اون انسان کلی همون انسان است که در یه بچه دو ساله هم هست، در ابن سینا هم هست، در ملا صدرا هم هست، در مایکل جاکسون هم هست، در معاویه هم هست، در بشار اسد هم هست، در همه اینا هست اون انسان کلی. حالا در اینجا این رو بهش میگن، اون کلی در این جزئی میشه مطلق در مقید. منتها یه بحثی میکنه ارسطو مفهومیه، اما افلاطون بحث عرفانی مطرح میکنه، یعنی سعه وجودی. وقتی که ما میگیم خدا با ماست، ما با معشوقیم، مثل شرکت من در یک کلاس نیست که من جزء کلاس باشم. فرق است بین جزء و کل
و بین جزئی و کلی توجه داشته باشه. این شمعی که الان اینجا روشنه یک کل اجزایی داره، اما شمع به طور کلی دارای افرادی است، این شمع و اون شمع و اون شمع و اون شمع. مفهوم کلی قابل صدق بر افراد خودش است، ولی کل بر اجزای خودش قابل صدق نیست. شما نمیتونید بگی این میز پایه است، چون پایه جزء میزه، ولی نمیتونید بگی میز پایه است. اشتباه میکنن وقتی که کلیت عالم و کلیت محبوب رو با جزئیت ما میسنجن، مثل کلاس و اجزای کلاس میسنجن، بلکه مطلق و مقید است. اون گنج با هر محدودی و با هر مطلقی است با ما بیشتر است. بنابراین میگه گنجی است در این خانه که در کنج نگنجد، این خانه و این خواجه همه فعل و بهانه است. فعل و بهانه است برای اینکه تو بیای با این خانه آشنا بشی، دوباره تولد یافتن رو تجربه کنی. بر خانه من دست که این خانه تلسم است. این خانه رو بخوای بری بشناسیش، یعنی نفس تو بخوای بشناسیش، این نفس نمیتونه به صورت ابجکتیو مورد مطالعه تو قرار بگیره. یعنی این نفس نمیتونه مورد مطالعه قرار بگیره، چون اگه شما بخوای نفس مورد مطالعه قرار بدی، خود نفس میشه فاعلی که میشناسه. این رو توجه داشته باشید. و اینجا یک پارادوکسی وجود داره، یه تلسمیه، یعنی یه معماییه که شما فقط شناسنده هستید، میشناسید. بر خانه من دست که این خانه تلسم است، با خواجه مگویید که او مست شبان است. این خواجه در اینجا یه معنای دیگه هم داره. خواجه یعنی عارفی که و انسانی که پرواز کرده و صاحب خانه شده. اون دیگه مسته، با اون نمیتونید این رو بیان بکنید. اون میگه من دیگه به اون فنا رسیدم، من دارم مشاهده میکنم. با خواجه مگویید که اون مست شبان است. خاک و خس این خانه همه انبر و مشک است، معطر است. یعنی این خانه‌ای که خداوند ساخته، این نفس و این روح و این خود، که خب خود در اینجا این خانه آثار دیگه هم داره. این خانه قوه باصره داره، این خانه قوه دیدنی داره، باصره قوه شنوایی و سامعه داره، قوه ذائقه و چشایی داره، قوه شامه و بویایی داره، قوایی دارد، قوه وهم داره، قوه خیال داره، قوه عقل داره. تمام این قوایی که خداوند در این انسان قرار داده و تمام استعدادهایی که در وجود این انسان هست، حتی حرصی که در وجود انسان هست، همه رو اگر درست، حتی شهوت، حتی همون نفسی که میگن اون نفس را بکشید، اگر اون تسعید پیدا بکنه، اگر اون بیاد در کانال خودش قرار بگیره و درسته مدیریت بشه، تمام از او انبر و مشک و بیت و ترانه به گوش میرسد. با خواجه مگویید که او مست شبانه است. حالا خاک و خس این خانه همه انبر و مشک است، بان که در این خانه همه بیت و ترانه است. اگه این خانه وجودش متحول بشه، شما نگاه کنید، یه مولانا از سوی او خلق میشه، یک عطار از او خلق میشه، یک حافظ از او خلق میشه، که این حافظی که گوته آنچنان حافظ را میستاید. و بزرگان دیگری که عرض میکنم خدمتون، که مثل حضرت علی که گوته میگوید، گوته شاعر آلمانی، نمیدانم چرا نمیتوانم علی را دوست نداشته باشم، بان که در این خانه همه بیت و تران است. فی الجمله هر آن کس که در این خانه رهی یافت، سلطان زمین است و سلیمان زمان است. خیلی این نکته نکته عمیقیه، و اون نکته این استش که هر کس بتونه راه پیدا کنه به این خانه، اون سفرهایی که عطار مطرح میکنه، سفر هفت شهر عشق را طی بکنه، یا سفری که عرفا میگوین چهار تا سفر، سفرهای گوناگونی که این انجام بده، به هر حال تحولی که در وجود خودش ایجاد بکنه، به پشت بامی میرسد که این صلاحیت هدایت انسانهای دیگر رو دارد. این سلطان زمین میشه و سلیمان زمانه. تمام یونیورس و تمام آنچه که خدا خلق کرده است خلاصه میشود در ملک و در ملکوت. ما با عالم ملک ارتباط داریم. عالم ملک یعنی عالم ظاهر. بعضیا فکر میکنن ملکوت یه جایی اون بالا بالاها، سوار اسپوتنیک بشیم بریم بالا، پشت بام فیزیک برسیم، اونجا متافیزیکه. نه،
در همین عالم هم همین شمعی که الان اینجا روشنه ملکوت داره، من نشستم ملکوت دارم. هر موجودی در این عالم یک ورایی دارد، یک ملکوتی دارد که اون ملکوت نادیده است. بنابراین میگوید ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه. هر کس خدمت جام جهان نما بکنه از ملک تا ملکوت حجاب رو ازش بر میدارن. خب این ملکوت نیروها و قدرتهایی هستن که نمیتوانیم در لابراتوار ببینیم یا با عرض کنم که رصدخانه اونها رو رصد بکنیم، ما اونها رو نمیبینیم، اینها ناپیدا هستن. بنابراین میگه سلطان کسی که به این خانه راه پیدا کنه سلطان زمین میشه، یعنی سلطان ملک میشه، و سلیمان زمان میشه، یعنی تسلط بر ملکوت هم پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه سلیمان در ادبیات دینی آمده است که بر باد مسلط بوده، یعنی باد به فرمان حضرت سلیمان بوده. خب یعنی چی باد به فرمان حضرت سلیمان بوده؟ یعنی حضرت سلیمان می آمده گفته باد بیا از ونکوور برو به ایران، از ایران برو به پاکستان. یعنی این باد، نه، باد دیده نمیشه، باد نامرئی است، شما باد رو نمیتونید ببینید. باد یک سمبل، یک نماده، نماد قدرت ها و نیروهایی که اینها نامرئی اند و دیده نمیشن. سایکو یعنی باد، سایکولوژی نفس و روان هم به نام سایکو یعنی باد، یعنی دیده نمیشه. هر آنچه که دیده نمیشه چون لطیفه و دیده نمیشه ولی به کمک شما میاد. عشق دیده نمیشه، لطیف است، سایکوس. عشق هم سایکوس یعنی نادیدنی است. کسی که سلیمانی میشه بر عشق هم مسلط میشه، بر نیروهای ناپیدا هم مسلط میشه. این که میگه زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی، این باد نوروزی یعنی یه قدرت نو از کوی یار داره میاد به مدد من. فل جمله هر آن کس که در این خانه رهی یافت سلطان زمین است و سلیمان زمان است. ای خواجه یکی سر تو از این بام فرو کن که در رخ خوب تو ز اقبال نشان است. یعنی وقتی اوج گرفتی و اوج گرفتی و به معراج رفتی، تو باز توجه به باطن خودت بکن، اون اوج تو رو نگیره، توجه به باطن خودت بکن و نگاه بکن که اقبالی از رخ تو نشانه اون دریافتای معنوی توست. ای خواجه یکی سر تو از این بام فرو کن که در رخ تو زقبال نشان است. یا بام، بام تعالی هایی که تو دنیا پیدا کردی، قدرت هایی که در دنیا پیدا کردی. من اینطوری میفهمم که در رخ خوب تو، رخ خوب یعنی اون وجه باطنی تو، ز اقبال نشان است. سوگند به جان تو که جز دیدن رویت گر ملک زمین است فسون است و فسان است. فسون یعنی عرض میکنم امر بی اعتبار، فسون یعنی بی اعتبار. البته فسون دو جور داریم، فسون مجازی و فسون حقیقی. فسون یعنی اون چیزی که دوره به شما نزدیک میشه و نزدیک رو به شما دور نشون میدن، این فسونه. و حالا این فسون گاهی دور رو به شما نزدیک میکنن، نزدیک رو به شما دور، حقیقیه. مثل افسونی که حضرت عیسی داره، جزامی ها رو شفا میده، بیماران رو شفا میده. اما فسون مجازی یعنی فسونهایی که شما رو فریب میدن. یه حکومتی میاد، یه قدرتی میاد به نام دین، به نام قرآن، نزدیک رو به شما دور میکنه، دور رو از شما نزدیک میکنه، دروغ رو برای شما راست میکنه، راست رو برای شما دروغ میکنه، عدالت رو برای شما ظلم میکنه، ظلم رو برای شما عدالت. مجازی میشه. میگه اگر بدون روی اون محبوب تمام زمین و زمان رو به تو بدن، تمام اون زمین و زمان فسون است و فسانه است. یعنی فسونه یعنی بی خوده، و افسانه است هم یعنی فقط ازش افسانه ای باقی میمونه. حیران شده بستان، یعنی تمام این باغ و بستان متحیر جلوه حضرت حق هستن که چه برگ و چه شکوفه است. واله شده مرغان، این مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، یعنی مرغ باطن من، مرغ نفس من، واله شده، حیران شده که چقدر دام و دانه در برابرش قرار دادم که او رو صید بکنن. واله شده مرغان که چه دام است و چه دانه است. حالا دام و دانه ای که شیطان و نیروی اهریمن پهن میکنه، و دام و دانه ای که رحمان، آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. وین خانه عشق است که بی حد و کران است، این خواجه چرخ است که چون زهره و ماه است. یعنی این خواجه، این انسانی که به این مرتبه رسیده، این دیگه خواجه چرخ شده، یعنی آقای ملک و ملکوت شده و طرب و شادی در او هست. زهره و ماه
سیمبل طلب و تربه. انسان هم باید طلب داشته باشه هم باید طرب داشته باشه. و وای به حال اون ملتی و انسانی که طلب رو ازش بگیرن، یعنی امید رو ازش بگیرن، و وقتی که امید رو ازش گرفتن طرب رو ازش میگیرن. این خانه‌ای که من دارم میگم خانه وجود تو، خانه عشق میشه، که این خانه عشق دیگه بی حد و کران است. اگه گفتی این مال من است، مال دیگری نباید باشد، من عاشقم و عشق یعنی انحصار، این عشق نیست، چون عشق بی حد و کرانه است. عشق فرویدی نه، عشق عیسوی، عشق عیسوی، عشق الهی، عشق باطنی، اون عشقی که مولانا میگه بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید. چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته است، دل در سر زلف تو فرو رفته چو شان است. توجه بفرمایید، ما در اینجا به یه نکته ما شما رو توجه میدیم و اون طلبی که در انسان‌ها هست نسبت به مطلوباتی که در این عالم دارن. یعنی انسان‌ها عاشق میشن، دل میدن و محبوبی رو انتخاب میکنن، محبوب‌های متعدد که ما از او تعبیر میکنیم به بت‌ها، بت‌های گوناگونی که انسان‌ها گرایش به این بت‌ها پیدا میکنن و در نهایت عشق به اونها پیدا میکنن. این برمیگردد به اونجایی که در وجود انسان و در فطرت انسان، فطرت عشق نهادینه شده است. یعنی انسان فطرتاً عاشق است، عاشق کمال مطلق است، عاشق جمال مطلق است، به دنبال کمال مطلق و جمال مطلقه. و چون این جمالها و کمالها محدود هستند و جلوه ای از اون کمال مطلق و جمال مطلق هستند، انسانها دل میدن به این محدودها به بهانه اون مطلق، اون کمال مطلق. در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. در اندرون من خسته دل اینه که یک تقاضایی وجود داره، اون تقاضا بی نهایته. عرضه هایی که در این عالم میشه، این عرضه ها به صورت بت ها، اینا همه محدودن. زمانی من به اون آرامش میرسم که به اون عشق حقیقی برسم. مولانا هم میگوید عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. خب حالا با این توجهی که بنده عرض کردم، با این نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، اینجا مولانا میگوید که در اینجا مولانا اشاره به این عشق فطری میکند، میفرماید چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته است، یعنی رفته در دل و به صورت فطری در نهاد من به دنبال او، به دنبال تو میگردم. دل در سر زلف تو، زلف تو کجاست؟ تمام این عالم با تمام زیبایی ها و با تمام جلوه هایی که دارد، زلف اون محبوب است که نمیگذاره جمال حقیقی محبوب رو من ببینم. یعنی حجابی است که بر چهره محبوب افتاده است و محبوب در این زلف ها ظهور پیدا کرده است. دل در سر زلف تو فرو رفته چو شانه است، رفته در این زلف ها. یعنی مجنون وقتی عاشق لیلی میشه، در حقیقت رفته در سر زلف اون محبوب ازلی. اگر من حب به مال دارم، رفتم در سر زلف محبوب ازلی. یعنی اینها بت‌هایی هستن، ولی این بت‌ها، یعنی این زلف دو جوره. زلفی که باهاش چهره محبوب رو میبینی، میدونی که این زلف محبوبه، میدونی که این بت محبوب رو باهاش میبینی، اون رهگشاست. اما زلفی هستش که با اون محبوب را نمیبینی و دوچار جهل مرکب میشی و فرو میری در این عشق مجازی، و در این عشق مجازی جز سرگردانی و پریشانی برای تو چیزی ندارد. پس زلف دو تا جنبه دارد. خب حالا این شانه چیه؟ شانه وقتی که میره در این زلف ها، شانه گره گشایی میکنه، یعنی زلف رو از اون سختی خارج میکنه، شانه میزنه. شما باید در زلف که رفتی گیر نکنی، باید شانه بشی، یعنی باید گره گشایی کنی، گره گشایی از کار خودت بکنی، گره گشایی از کار خلق بکنی. مخصوصا راه عروج و معراج از درون این خلق عبور میکنه. تمام کسانی که طبیبن و دارن خدمت به مریضان میکنن، اینها شانه هایی هستن که رفتن در زلف معشوق، دارن گره گشایی میکنن. تمام مخترعین، تمام مکتشفین، تمام فیزیکدان ها، تمام کسانی که خادمن، تمام کسانی که محسنن. بنابراین میفرماید چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته است، دل در سر زلف تو فرو رفته چو شانه است. این غزلم چند خطشو براتون میخونم. صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم. مولانا میگه ما همینطور هستیم، هی در این زلفا گرفتار میشیم. وانگه همه بت ها را پیش تو بگدازم، صد نقش برانگیزم،
با روح تو درآمیز، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری، یعنی ساقی هستی که خمر میفروشی، یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که میسازم. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، همون عشق میگه، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. هر خون که ز من روید با خاک تو میگوید، با مهر تو همرنگم، با عشق تو همبازم. یعنی انرژی من هدر نمیره، تمام خون من رویش پیدا میکنه در این عشق. با مهر تو همرنگم، با عشق تو همبازم. در خانه آب و گل بی توست خراب این دل، یعنی خانه آب و گل، اما خانه دلین و خانه گلین. یا خانه درا جانا، یا خانه بپر دازم. خب اجامه غزل رو میخونیم. در حضرت یوسف که زنان دست بریدن، ای جان تو به من آی که جان آن میان است. وقتی که در داستان یوسف و زلیخا زنان درباری متوجه شدن که زلیخا عاشق یوسف شده است، او رو نکوهش کردن که تو عاشق یه نوکر خودت شدی، برده خودت شدی. بعد به دست اینها ترنج داد، اونها نگاه کردن، اونها دیدند. وقتی که چهره یوسف رو دیدن، ترنج ها رو که اومدن پوست بکنن، دست خودشونو بریدند. اینجا یوسف ظهور کرده. مولانا میگه اگر تو ظهور بکنی، من جان خودم رو که در این میان قرار دارد و آماده است که تسلیم تو بشه، به تو میسپارم. یعنی در اثر خودشناسی به این مرحله رسیده. در حضرت یوسف که زنان دست بریدن، ای جان تو به من آی، یعنی به اون حضرت حق میگه که جان آن میان است. یعنی جان اون وسطه، من جان خودم رو میدم. ای جان، اون جان، جان حقیقی هست. مستن همه خانه، کسی را خبری نیست از هر که در آید که فلان است و فلان. همه این انسان ها و بلکه همه موجودات مست اون عشق هستن، منتها اشتباه میگیرن. بعضیا مست ثروتن، مست قدرتن، مست زنن، مست زرن، مست دنیا. مستن همه خانه، کسی را خبری نیست از هر که در آید که فلان است و فلان است. شوم است بر استانه، مشین خانه در آزود، تاریک کند آن که ورا جاش ستان است. آستانه یعنی دم در. ما میریم دم در ولی وارد خانه نمیشیم. مولانا میگه دم آستانه مشین، شما فقط میری تا آستانه، هر کاری رو که میخوای بکنی فقط تا دم درش میری، شوقت فقط همینه، ولی ورود نمی کنی، کار اصلی رو انجام نمیدی، کار خیر رو انجام نمیدی. ما میخوایم مولانا شناسی کنیم که خودمون رو بسازیم، که خودمون عوض بشیم. میریم مولانا رو میخونیم، شعرهای مختلف رو میبینیم، کلاسهای مختلف رو حضور پیدا میکنیم، ولی وارد خانه مولانا نمیشیم. فقط همین، نمیدونم سمینار میگذاریم، مولانا مال ماست، مال افغانیان نیست، مال عربا نیست، مال نمیدونم ترکان نیست. اینا همه آستانه است. یک بیزینسی میخوای انجام بدی، میری فقط در آستانش، ولی وارد نمیشی. با یک کسی میخوای دوست باشی، فقط در آستانه اون دوستی ازش استفاده میکنی، ولی وارد نمیشی. در این راه هم باید وارد بشی. میگه شوم است بر آستانه، مش بر آستانه مشین خانه در آزود، تاریک کند آن که ورا جاش ستان است. مستان خدا گرچه هزاران یکی اند، مستان هوا جمله دوگان است و سگان است. کسانی که مست خدا هستن، یعنی به روح رسیدن. روح یک حقیقت واحد بیشتر نیست، بنابراین اینها وحدت دارن. اما اونایی که مست بدنن، مست ثروتن، مست قدرتن، چون قبله هاشون فرق میکنه، در اینها تضاد و تخاصم است. هر جا که تخاصم و خصومت بود، اونجا جهنم است. صفت اهل جهنم خصومته. حکومتی که توش سرانش با هم دیگه بکش داشته باشن، کشمکش داشته باشن، اون حکومت حکومت جهنم است. جامعه‌ای که درش تخاصم، اون جامعه جامعه جهنم است. خانه‌ای که درش تخاصم اهل نار، اونجا کشمکش است، وحدت نیست. جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. مولانا میگه اینهایی که مست خدا هستن و اولیای الهی شدن، اینها یکی هستن. مستان هوا جمله دوگانه است و سگانه است. در بیشه شیران رو، یعنی شیران یعنی همین اولیای الهی که شیرن، دل شیر میخوان، از خودشون باید بگذرن، از خیلی چیزا باید بگذری. در بیشه شیران رو و زخم میندیش، اگه میری یه مقدار زیر ریاضت باید بکشی.
باید سختی بکشی. کندیشه ترسیدن اشکال زنان است. مولانا مطابق با فرهنگ زمان خودش صحبت میکرده که اگر کسی میترسید میگفتن این زنه. من از حضور همه خانم ها معذرت میخوام، متناسب با 800 سال پیش سخن گفته. البته الان هم این رو به کار میگیرن که به خاطر اینکه خانم ها یه مقدار احتیاط میکنن، لطیفن، اونطوری اون جربوزهی که اون ترسی که به کار میگن به صورت یک اصطلاح، اما غلط است. مرد و زن ما نداریم. کندیشه ترسیدن اشکال زنان است. کانجا نبود زخم، همه رحمت و مهر است. اگه اومدی تو عشق یه خود به یازت کشیدی، از توی آتش عبور میکنی به آب میرسی، اما اگه دنبال ثروت رفتی از آب عبور میکنی به آتش میرسی. کانجا نبود زخم، همه رحمت و مهر است. همه رحمت و مهر است، پس چرا من به اون رحمت نمیرسم؟ لکن پس در وهم تو ماننده فان است. فان کلونی بوده که زمان قدیم درهای چوبی بود، میزدن در قفل میشد. میگه این وهم تو که میترسی که از دست بدی، این ماننده فان است، در رو به روی تو بسته. در بیشه مزن آتش و خاموش کنه ای دل، انقدر در این بیشه شیران آتش مزن با این توهماتت، زندگی تو آتش نکن. چیکار کن؟ درکش تو زبان را که زبان تو زبان است. به سکوت برس، به این زبانت بپرداز، زبان وجودت، زبان روحت، زبان قلبت. به سکوت برس آرزوهات، خیالاتت، توهماتت. تمرین سکوت کن، درکش تو زبان را که زبان تو زبان است. همه شما رو من به خدا میسپارم، امیدوارم که در پناه خدا باشید و به امید دیدار مجدد.